شخصیتی که در این ویدیو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم برای بسیاری از ما ایرانی ها فرد ناشناخته ایه. البته اونهایی که در زمینه ی تاریخ معاصر ایران مطالعه داشتن این فرد فرد بسیار شناخته شده ایه. همه چیز راجع به زندگیش میدونن مخصوصا در جامعه زرتشتی چهره بسیار سرشناسیه اینطور بهتون بگم در هر شهری از ایران که قدم بزنیم آثاری رو مشاهده میکنیم که ماحصل دسترنج همین فرده جدا از اون اماکنی وجود دارن که وقتی بهشون نگاه میکنیم ارق ملی بهمون به دست میده این هم بخشی از اقدامات این شخصیت به حساب میاد به پاس بزرگداشت نامش یکی از خیابونهای تهران رو هم به اسمش نامگذاری کردند. اما پشت این اسم داستانهایی وجود داره که در این ویدیو میخوایم بهشون اشاره کنیم دوستان سلام من آرمان هستم به دیپ پادکست خوش اومدید برای عزیزانی که اطلاع ندارن مجدد تکرار میکنم که ما سه قسمت ساختیم در مورد قحطی بزرگ ایران و داستان قحطی بزرگ تو همون سه پادکست تموم میشه افراد خیلی زیادی بودن که کمک کردن تا ایران از این قحطی جون سالم به در ببره این پادکست در واقع حالت تکمیلی داره نمیشه گفت که در ادامه قحطی بزرگ چون اقدامات کیخسرو شاهروخ خیلی بیشتر از این هست. بخشی از اون مربوط به قحطی داستان هایی داره که در زمان قاجار بود در دوران پهلوی هم ادامه پیدا کرد تا پایان عمر در حال خدمت رسانی به جامعه ایران بود اسمش کمتر شنیده میشه در حالی که آثار بسیار زیادی ازش تا به امروز باقی مونده وقتتون رو نگیرم و بریم آشنا بشیم با این شخصیت داستان زندگی کیخسرو شاهروخ کیخسرو شاهروخ معروف به ارباب کیخسرو در هفتم تیرماه ماه 1254 خورشیدی در شهر کرمان در یک خونواده زرتشتی متولد شد. خونوادهش افراد سرشناسی بودند، جزو ثروتمندان جامعه بودند، هم در دربار زندیه و هم در دربار قاجاریه. تاجر بودند و اوضاع احوال مالی خوبی داشتند. ولی زمانی که کیخسرو متولد شد، یه مدت کوتاهی بعد پدرش از دنیا رفت همین باعث شد که به مرور زمان اوضاع و احوال مالی خانواده همینطور بد و بدتر بشه در نهایت مادرشون ناچار شد بره سر کار و به کار بافندگی مشغول بشه تا امورات رو بتونه بگذرونه خرج کیخسرو و برادرش رو بده کیخسرو هم زمانی که به سن ده سالگی رسید وارد بازار کار شد و تو همون کرمان تو کارگاه های کرمان کارگری میکرد همزمان به مکتب خونه زرتشتیان کرمان هم رفت تا اونجا سواد یاد بگیره خوندن و نوشتن رو اونجا آموزش ببینه در دوازده سالگی به تهران اومد و وارد مدرسه شبان روزی آمریکایا شد اونجا تحصیل میکرد همزمان کار هم میکرد توی بیمارستانی کار میکرد که اون بیمارستان هم با زیر نظر آمریکایا بود تا 16 سالگی این حالت ادامه داشت در 16 سالگی پس اندازش رو جمع کرد و عازم بمبئی شد به هندوستان رفت و اونجا ادامه تحصیل بده در فنون بمبئی تحصیلات خودش رو ادامه داد تا 21 سالگی در هندوستان باقی مون تحصیلاتش رو انجام داد بعد هم تصمیم گرفت دوباره به کرمان برگرده در این دوران براش یه معموریتی هم تعیین کرده بودند این معموریت توسط گروه پارسیان هندوستان تعیین شد با گروه پارسیان هندوستان ما در داستان مانکجی آشنا شدیم که لینکش رو اینجا میذارم اگر دوست داشتید یه سر به اون داستان هم بزنید پارسیان هندوستان گروهی بودند ایرانی تبار بودند اصالت ایرانی داشتند و زرتشتی بودند 1400 سال پیش مهاجرت کردند رفتن هندوستان اما این جامعه رو حفظ کردند جامعه زرتشتی مشتی ایرانیان و همیشه به ایران کمک میکردن افراد ثروتمندی بودن یه مبلغ پولی هم دادن به کیخسرو و گفتن که به کرمان برو و چند تا مدرسه اونجا تأسیس کن یه تعداد مدرسه در تهران تأسیس کرد که اسمشون شد مدرسه جمشیدیه چون این مدارس روی زمینهایی تأسیس شد که مالک اون ارباب جمشید بود ارباب جمشید هم یکی از سرمایه داران زرتشتی در ایران بود اون مدارس رو تأسیس کردند که یکی از اقدامات مثبت کیخسرو بود تو همون سن جوانی مدیریت مدرسه زرتشتیان کرمان رو هم بر عهده گرفت و شروع کرد به یادگیری زبانهای خارجی روسی، انگلیسی، عربی که همین زبانهای خارجی بعدها خیلی به کارش اومد باعث شد که با دولتهای خارجی خیلی راحت ارتباط برقرار کنه سال 1283 خورشیدی رهسپار یک سفر دیگه شد به بندر اودسا در روسیه رفت قرار بود که در روسیه بمونه اما اوضاع احوال روسیه زیاد جالب نبود روسیه اون زمان درگیر جنگ با ژاپن بود مدت کوتاهی در روسیه موند بعد هم دوباره از روسیه به ایران برگشت و دوباره به تهران مهاجرت کرد این با در یک صرافی مشغول کار شد ولی در همین دوران بود که زمزمه های مبنی بر جنبش مشروطه در تهران ایجاد شد و کیخسرو هم بخشی از همین جنبش مشروطه شد وارد این گروه مشروطه خواه شد در مبارزات مشروطه شرکت کرد و اولین قدم های سیاسی در زندگیش رو برداشت مجلس دوم که تأسیس شد نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی بود علاوه بر اون یه پست دیگه هم بهش دادن شده بود مسئول اداره مباشرت اداره مباشرت همون امور اداری و امور مالی بود امور مالی مجلس رو انجام میداد به قدری در این کار خبره بود و خیلی خوب میتونست این رو انجام بده که در دوره های مختلف بهش رأی بالا میدادند که همین پست رو نگه داره تا پایان عمر این پست در دستان خود ارباب کیخسرو بود جوری که در دوره چهارم تمایلی نداشت که دیگه این فعالیت سیاسی رو انجام بده ولی با رأی بالا و با درخواست دولت مردا باز هم به مجلس راه پیدا کرد و همچنان مدیر امور مالی در مجلس بود جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد همینطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم ایران اعلام بیطرفی کرد اما خسارت زیادی رو دید انگلیس از جنوب اومد روسیه از شمال اومد و ایران اشغال شد روسیه پیشروی کرد و به تهران رسید با رسیدن قوای روس به تهران مجلس هم منحل شد ارباب کیخسرو به همراه چند تای دیگه از نمایندگان به کرمانشاه رفتند در کرمانشاه یک دولتی تشکیل دادند به اسم دولت در تبعید که مبارزاتشون رو ادامه بدن این دولت در تبعید مورد حمایت آلمان و بود و توضیح هم دادیم که چرا دولت مردای ایران به آلمان پناه برده بودند چون آلمان اقدامات اقتصادی داشت انجام میداد سالها قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه آلمانی ها در ایران اومده بودند کارخونه تاسیس کرده بودند اوضاع احوال اقتصادی خوب شده بود ولی وقتی که روس ها و انگلیسی ها اومدن اون کارخونه ها تعطیل شدند و ایران رفت توی یک بحران اقتصادی به همین دلیل دولت مردان ایران تمایل داشتن آلمان و عثمانی پیروز بشند اما در نهایت اتفاقی که افتاد برعکس شد انگلیس و روسیه پیروز شدند و آلمانی ها باید خاک ایران رو ترک می کردند این دولت در تبعید هم راه به جایی نبرد و ناچار شدند کرمانشاه رو ترک کنند و به تهران برگردند این دوران همزمان بود با پادشاهی احمدشاه قاجار بی یا همچنان ادامه داشت و شرایط رو بدتر هم میکرد مجددا ارباب که خسرو امور سیاسی رو در اختیار گرفت و ریاست اداره تلفن رو در دست داشت هدفش هم این بود که یک خط سراسری تلفن در سرتاسر ایران کشیده بشه و کل شهرهای ایران به این خط تلفن وصل بشن ولی شرایط خیلی شرایط وخیمی بود دوره‌ای بود که قحطی هم داشت شروع میشد و دام من ایران رو میگرفت اقدامات سازنده ارباب کیخسرو راه به جایی نداشت چرا که درآمد نفت ایران کلا افتاده بود دست انگلیس با یک سری شرط و شروط های خاصی کل این پول رو انگلیس در اختیار خودش گرفته بود و هیچی به دولت و به مردم ایران پرداخت نمیکرد به خاطر همین خیلی از این طرحهای سازنده ای که داشت یکیش که همون گسترش خط تلفن بود اینها همچنان روی کاغذ نوشته شده بود ولی عملی نمیشد نفوذ انگلیس بیشتر شد و اجازه ورود مواد غذایی از کشورهای همسایه رو نمیداد اجازه ورود کمک به ایران رو نمیداد و قحطی سراسر ایران رو فرا گرفت این بار ارباب کیخسرو تصمیم گرفت که با این قحطی هم مبارزه کنه ارباب کیخسرو به مجالس سیاسی مختلف میرفت در اجتماعات حضور پیدا میکرد و نطخهای آتشین ایراد میکرد فریاد میزد سر خیلی از این احتکار کننده ها و میگفت که چرا این گندم رو احتکار میکنید حداقل به هموطنهای خودتون رحم کنید این مواد غذایی رو وارد جامعه کنید تا مردم هم بتونن یه لغمه نون بخورن و از گرسنگی نمیرن ما در ویدیو قبل توضیح دادیم علاوه بر انگلیس یه تعداد از ایرانی ها هم بودند که احتکار میکردند مواد غذایی رو نگه داشته بودند مخصوصا گندم گذاشته بودن تا قیمتش بره بالا و به مردم فقیر اینها رو بفروشن همین باعث شد فقر بیشتر شه اما از بزرگترین احتکار کننده اسمی نبردیم و اون فرد کسی نبود جز خود احمد شاه قاجار احمد شاه قاجار انبارهای دولتی رو در اختیار داشت هم در تهران و هم در تبریز اما به هیچ عنوان در این انبارها رو به روی مردم ایران باز نمی کرد ارباب کیخوس رو در نهایت تونست یک جلسه ای رو با احمد شاه برگزار کنه وارد جلسه شدن با هم صحبت کردند، تلاش کرد که احمد شاه رو از خرشتون بیاره پایین بگه که این انبارها رو باز کن این مواد غذایی بیاد بیرون نان تهیه کنیم نون ها نون تهیه کنن و مردم بتونن تغذیه بشن احمد شاه زیر بار نرفت وقتی که با ارباب کیخوس رو صحبت میکرد انگار داشت با یه بیگانه صحبت میکرد رفتار احمد شاه شبیه به رفتار خود قوای انگلیسی بود هیچ رقم حاضر نشد که این مواد غذایی که در انبار دولتی هست اونها رو به قیمت پایین به مردم ایران به بفروشه ارباب کیخسرو سوگند پادشاهی احمدشاه در قانون مشروطه رو بهش یادآوری کرد و گفت تو باید با مردم ایران درست رفتار کنی این چیزیه که ما در قانون هم نوشتیم اما این رو باز احمد شاه نپذیرفت در نهایت چاره نبود با همون سرمایه شخصی خودش و سایر دوستانش پول رو هم گذاشتن و با همون قیمت گذاف از انبار دولتی احمد شاه مواد غذایی و گندم رو خریداری کردند گندم رو دادن به نونوایی ها نونوا هم دوباره نون رو تهیه کردند و یک مقدار تونست از اون حالت فقر و از اون حالت گرسنگی ایران رو در بیاره ولی خب دیدیم موج گرسنگی خیلی زیاد بود اون قدری راه به جایی نبرد ولی تلاش کرد که حداقل یک مقدار این آمار کاهش پیدا کنه در اواخر دوران قحطی بزرگ ایران با یک بحران سیاسی هم روبرو شد اون هم قرارداد ننگین سال 1919 بود طبق این قرارداد تمامی امور نظامی و مالی ایران میرفت زیر نظر مستشاران انگلیسی یه جورایی کل مملکت تحویل انگلیسی داده می شود. این قرارداد هم توسط وسوق و دوله نوشته شده بود که وسوق و دوله هم نخست وزیر احمد شاه می شد. همون موقع ارباب کیخسرو و سایر دولت مردوی که در مجلس بودن بسیار نسبت به این قضیه جبهه گیری کردن و گفتن این خیانت در حق ملت ایرانه ارباب کیخسرو به ایالات متحده سفر کرد در اونجا با یک سری از مقامات مذاکره کرد و گفت که هر کاری دستتون برمیاد باید انجام بدید و این قرارداد امضا نشه به انگلیس فشار بیارید چون انگلیس میخواد کل ایران رو بگیره تو مشت قدرت خودش و این فقر و بدبختی همینطوری اون وقت ادامه پیدا میکنه یه سفری هم به استکهلم داشت با سیاست مداره اونجا هم ملاقات کرد در نهایت تلاش هایی که ارباب کیخسرو و دوستانش انجام دادن نتیجه داد و مجلس گفت که این قرارداد با اصول مشروطه همخونی نداره و قابل اجرا نیست هرچند که همچنان کلی از مستشاران انگلیسی همچنان در ایران بودن ولی این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد مجلس چهارم که تشکیل شد ارباب کی خسرو خارج از ایران بود دعوت کردند تا دوباره به ایران برگرده به ایران برگشت و کرسی مجلس رو دوباره تقدیمش کردند مجددا همون پست امور مالی مجلس رو هم در اختیار گرفت بعد هم بنا شد که همه ساله به مناسبت سالگرد قانون مشروطه در مجلس جشنی برگزار بشه تاریخش رو هم ارباب کی خسرو در نظر گرفت و گفت چهاردهم مرداد ماه رو به عنوان تاریخ جشن در نظر میگیریم. گفتیم که ارباب کیخسرو که قصد داشت یک خط تلفن سراسری در کل ایران بکشه کل شهرهای ایران بتونن از تلفن استفاده کنند و با همدیگه در ارتباط باشند اما زمانی که دید انگلیسی ها خیلی در این زمینه دارن کارشکنی میکنن به دولت نوپای شوروی تمایل پیدا کرد با حکومت شوروی مذاکراتش رو شروع کرد و از اونها خواست برای انجام این کار به ایران کمک کنند شوروی هم پذیرفت گفت ما تمامی تجهیزات لازم برای این خط سراسری تلفن رو در اختیارتون قرار میدیم. یه مشکلی وجود داشت و اون همین بود که شاید انگلیسی که در ایران هستن اجازه این کار رو ندن و مزاحمت ایجاد کنن ارتش شوروی در اینجا وارد کار شد و گفت این تجهیزات که داره وارد ایران میشه ما ازشون محافظت میکنیم محافظت میکنیم حواسمون هست که این تجهیزات سالم به ایران برسن زمانی که وارد ایران شدن دیگه مهندسین میتونن کار خودشون رو انجام بدن کمی اتفاق هم افتاد و تجهیزات لازم برای خط سراسری تلفن از شوروی وارد ایران شد اقدام بعدی که انجام در زمینه مجلس بود تصمیم گرفت که یک کتابخونه بزرگ برای مجلس تأسیس کنه کتابخونه ای ساختن و هر چی کتاب که خودش داشت تو سفرهای خارجی یا مثلا بهش هدیه میدادن به زبانهای اصلی این کتاب ها رو تقدیم کرد به کتابخونه مجلس ملی به سایر دولت مردان و افراد دیگه هم گفت اگر میتونید کتاب های خودتون رو به این کتابخونه هدیه کنید که این کتابخونه هم کار خودش رو انجام بده و برای آیندگان بمونه که چنین هم شد یک سری آثار ارزشمند از اون دوران تا به امروز در کتابخونه مجلس موجوده بعد هم تصمیم گرفت چاپخونه مجلس رو تأسیس کنه این بار رفت به سمت آلمان ها از مهندسین آلمانی خواست که به ایران بیان و دستگاه های چاپ رو هم با خودشون به ایران بیارن و چاپخونه مجلس هم تأسیس بشه این اقدام هم جز اقدامات مثبت ارباب کیخسرو بود در قدم بعدی یک نگاهی به فرهنگ ایران انداخت و گفت ما شاعر بزرگی داریم به اسم فردوسی ولی آرامگاه درخور شن فردوسی نداریم و این یک معضل برای جامعه فرهنگی ما به حساب میاد این قضیه رو در مجلس مطرح کرد و از نمایندگان خواست که حتما یک اقدام مثبتی انجام بدن و یک آرامگاه در شعن نام فردوسی ساخته بشه که این هم مورد قبول مجلسیان و دولت مردان قرار گرفت تصمیم بر این شد که پس از سالها یک آرامگاه در خور برای فردوسی هم بسازند توضیح راجع به آرامگاه فردوسی بدم بعدن یه ویدیو جداگونه فکر کنم باید در موردش بسازیم آرامگاه فردوسی از زمان فوت فردوسی تا همین دوران معاصر چندین بار تخریب و بازسازی شد مدام نیروهای مختلف می اومدن، آرامگاه رو تخریب می کردن دوباره یک دولت یه حکومت جدید می اومد و یه آرامگاه برای فردوسی می ساخت. در دوران ناصر شاه بود که به دستور ناصر شاه قرار بود که یک آرامگاه بزرگ برای فردوسی ساخته بشه حتی یه تعداد نیرو هم از فرانسه آورد و گفت جایگاه دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنید چون تا اون موقع دقیقا مشخص نبود که فردوسی کجا دفن شده جایگاه رو هم تو همون دوران ناصرالدین شاه پیدا کردن دو تا اتاق کوچیکم ساختن تا بعدا بیان و یک آرامگاه شکوه بسازن ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیامد چون ایران خیلی دچار تغییر و تحولات سیاسی شد. دوره‌ای که ارباب کیخوسو تصمیم گرفت آرامگاه فردوسی رو بسازه سال 1305 بود. قاجار دیگه سقوط کرده بود و رضا روی کار اومده بود. این مسئله با دولت رضا هم در میون گذاشته شد و گفتن که میشه وارد مجلس بشه. در مجلس هم مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. مبلغ 25000 تومان رو ب... عنوان بودجه اولیه در اختیار ارباب کیخوس رو قرار دادن این مبلغ البته اصلا مبلغی کافی برای ساختن آرامگاه نبود ولی خب رفتن با یه گروهی رفتن که دوباره محل دقیق دفن فردوسی رو پیدا کنن چون سالها دیگه از دوران ناصرالدین شاه میگذشت نکته جالب اینجاست که منطقه‌ای که فردوسی درش دفن شده بود یک باغ شخصی بود با اون فردم صحبت کردن اون باغ رو در اختیار خودشون گرفتن و محل دفن رو تونستن پیدا کنند. ولی بودجه همچنان کم بود یه اقدام جالبی که ارباب کیخوس رو انجام داد چاپ یه سری تمر و عکس بود در مورد فردوسی و اشعار فردوسی گفتین عکس ها و تمر ها رو به چاپ میرسونیم و اونها رو به مردم میفروشیم از این طریق میتونیم یه کمک مالی هم از مردم بگیریم یه هم یه یادگاری میشه براشون هم در این اقدام فرهنگی مردم هم میتونن به ما کمک کنن از این طریق تونستن 4000 تومان دیگه هم به دست بیارن ولی باز کافی نبود در نهایت دوباره رفتن به سمت مجلس و گفتن اگه میشه یک دیگه ای رو در نظر بگیرن با پیگیری های فراوون مجلس بالاخره قبول کرد که 20 هزار تومن دیگه بر باب کیخسرو بده تا آرامگاه فردوسی هم تاسیس بشه البته یه شرط هم براش گذاشتن گفتن در تمامی مراحل ساخت آرامگاه باید حضور داشته باشی و زیر نظر خودت باید این اقدام انجام بشه یه مسئله دیگه ای که حالا پیش می اومد بحث طراحیش بود اینکه چه کسانی باید این آرامگاه رو طراحی کنند در آغاز کار ارنست هرتسفیلد باستانشناس آلمانی مأمور طراحی نقشه آرامگاه شد که انجامن اون رو رد کرد بعدش ارباب رو کریم تاهرزادی بهزاد رو معرفی کرد و گفت یک ایرانی میتونه این کار رو انجام بده این هم مورد قبول انجامن قرار نگرفت در نهایت تصمیم بر این شد که یک مسابقه بزرگ بذارن و طرح‌های مختلف از سراسر ایران و جهان طرحهای خودشون رو بفرستن طبق این ترها آرامگاه فردوسی ساخته بشه افراد مختلف اومدن از روسیه از کشورهای مختلف آندر گودار از فرانسه اومد و همچنان کریم تاهرزاده هم اصرار داشت که یکی از طراحان آرامگاه فردوسی باشه یه توضیح راجع به کریم تاهرزاده بدیم چون باید با این شخصیت هم آشنا بشیم کریم تاهرزاده اهل تبریز بود و داستانش برمیگرده به دوران مشروطیت و مبارزات ستارخان کریم تاهرزاده از یاران ستارخان در جریان مشروطیت بود همسنگر ستارخان بود مبارزه میکردن اما هنگامی که روسها ها اومدن ناچار شد ایران رو ترک کنه به استانبول رفت و در اونجا معماری رو فرا گرفت کارهای هنری رو انجام داد از آسیا و افتاد شرایط خوب شد به ایران اومد بسیار اصرار داشت که طراح آرامگاه فردوسی باشه طرها رو که ملاحظه کردن در نهایت کریم تاهرزاده پیروز شد و گفتن که کریم تاهرزاده میتونه طراح آرامگاه فردوسی باشه آندر گدار فرانسوی هم طرحش رو فرستاده بود و گفت اگر میشه از طرح من هم استفاده کنید که یک طرح متفاوت رو ایجاد میکنه کریم تاهرزاده با استفاده از ستونهای بلند هخامنشی و طرح ایرانی یک طرح کلی ریخت و از اون طرح نوین آندر گودار هم استفاده کرد و شد همین آرامگاه فردوسی که ملاحظه می‌کنیم یک چنین جریانی پشتش بود بر ارباب خسرو جز افرادی بود که بسیار تلاش داشت که این آرامگاه ساخته بشه کیخسرو شاهروخ یا همون ارباب کیخسرو شخصیتی دوست داشتنی داشت در بین زرتشتیان ایران فرد برجسته ای بود همیشه تلاش میکرد تا کشور را از تاریکی خارج کنه همزمان برای ترقی جامعه زرتشتیان هم تلاش میکرد و به درستکاری شهرت داشت به همین دلیل نمایندگان مجلس همیشه کار امور مباشرت رو میسپردند به ارباب کیخسرو چون بسیار به درستکاریش ایمان داشتند خیلی از نمایندگان اون دوران مجلس توی نوشته هاشون توی خاطراتشون از اقدامات ارباب کیخسرو و همچنین شخصیتش به نیکی یاد کردن و ازش تجلیل کردن در این بین باید از مورگان شوستر هم اسم ببریم که باش تو دو قسمت دوم آشنا شدیم مورگان شوستر هم در خاطراتش از ارباب کیخسرو به نیکی یاد کرده ولی کیخسرو شاهروخ در اواخر عمر در تنگ دستی زندگی می کرد و ورشکست شده بود چون خیلی از اون اقداماتی که انجام میداد با پول خودش بود املاک خودش رو میفروخت و اون کارها رو انجام میداد اگر جایی مثلا بودجه کفاف نمیداد همینو باعث شد که کلا اواخر عمرش در بی پول بگذاره. مرگ ارباب کیخسرو هم یک مرگ مشکوکی بود و هیچ وقت دقیق مشخص نشد که چطور از دنیا رفت ایده اعتقاد دارن که یک قتل سیاسی اتفاق افتاد و ارباب کیخسرو رو کشتند چون در اواخر اون کلا تحت نظر بود این رو ابراهیم باستانی پاریزی هم در نوشته هاش می نویسه و میگه کیخسرو شاهروخ در اواخر تحت نظر شهربانی بود از اون طرف روزنامه های ایران یک چیز دیگه می و میگن ارباب کیخسرو در یک تصادف رانندگی در بیابان کاخ جون خودش رو از دست داد توی تیر ماه سال 1319 چنانچه یک شب تو همون تیر ماه جنازش رو در خیابون کاخ پیدا کرده بودند دقیق مشخص نشد که چه بر سر ارب آمد اما اقدامات بسیار مثبتی انجام داده بود و همچنین مرگ بسیار مشکوکی هم داشت یک چیز رو هم باید بگیم کلا داستانهای خیلی زیادی داشت من خیلی از اینها رو چون مدت زمان ویدیو محدوده دیگه حذف کردم فردی به اسم اردشیر جی وارد ایران شده بود که جاسوس انگلیس بود با این فرد به مشکل خورده بود حتی یه مدت یه سری مجادله با خود ارباب جمشید داشتن کلا داستان زیادی داشت که اینها رو حالا خودتون میتونید مطالعه کنید اقدامات سازنده هم که انجام داد خیلی زیاد بودن که من خلاصه وا چند تا از اینها رو فقط برای شما میگم مدرسه احمدیه رو در اواخر قاجار تاسیس کرد نیایشگاه آدریان در تهران از اقدامات ارباب کیخسرو بود همچنین دبیرستان پسرانه فیروز بهرام دبیرستان دخترانه انوشیروان مدارس جمشید جم تاسیس تأسیس گورستان زرتشتیان تهران و تأسیس آتشکده زرتشتیان در خیابان سی تیر از کارهای ارباب کیخسرو بود جدا از اون ارباب کیخسرو در زمان زندگی شخصیش کتابهایی هم نوشت که همچنان در اختیار ما قرار داره پیشگویی های زرتشت آینه آینه مزدا یسنا زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت آیین نامه زرتشتیان و غیره به پاس بزرگداشت نام ارباب کیخسرو تندیسی از اون در کتابخانه مجلس نصب شده و همه سال در روز تولدش با اهدای گل از مقام ارباب کیخسرو تجلیل میشه و همچنین یک خیابان در تهران به نام عرباب نام ارباب کیخسرو نامگذاری شده و این بود داستان قهطی بزرگ از مبارزات رئیس علی دلواری در جنوب ایران تا اشغال ایران توسط بیگانگان و مرگ میلیون ها انسان در دوران قهطی بزرگ و اقدامات موثر ارباب کیخسرو